نمایشگاه کتاب فرانکفورت در 76مین دوره خود از 24 مهر آغاز شد و به عنوان بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان میزبان 4000 ناشر و هزاران نویسنده است. ایران با 6 انتشارات مستقل حضور دارد و کلودیا روس، کمیسر فرهنگی آلمان، بر اهمیت آزادی بیان تاکید کرد. این رویداد به تبادل ایده ها و معرفی فرهنگ های مختلف ادامه می دهد. همکارم در گزارش خود به روایت این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. 76مین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت شامگاه 24 مهر با حضور مقامات فرهنگی و نویسندگان برجسته از سرتاسر جهان به طور رسمی آغاز شد. این نمایشگاه که بزرگترین نمایشگاه کتاب در جهان محسوب می شود، میزبان حدود 4000 ناشر و بیش از 1000 نویسنده و سخنران در 650 رویداد مختلف است. دولت ایران همچون سال گذشته غرفه ای در این نمایشگاه ندارد، اما 6 انتشارات فعال از ایران به طور مستقل در این رویداد حضور دارند. کلودیا روس، کمیسر فرهنگی آلمان، در مراسم افتتاحیه به تهدیدات اخیر علیه آزادی عقیده اشاره کرد و گفت کتاب‌ها نیازمند آزادی و دموکراسی هستند. حضور انتشارات ایرانی به عنوان نمایندگان فرهنگی نشان دهنده تلاش برای معرفی ادبیات و فرهنگ ایران به جهانیان است. این در حالی است که ممکن است توجه بیشتری به جنبه‌های دیگر ادبیات بین‌المللی معطوف شود. نمایشگاه امسال با تأکید بر موضوعات فرهنگی و سیاسی جهانی شاهد سخنرانی‌های تأثیرگذار از جمله الیف شفاق، نویسنده ترکیه ای بود که بر اهمیت آزادی بیان و نقش نویسندگان در روشنگری و آگاهی مردم تأکید کرد. این رویداد بار دیگر نشان دهنده تحولات و پیشرفت‌های موجود در صنعت نشر و فرهنگ جهانی است که به عنوان یک پلتفرم فرهنگی مهم به تبادل ایده‌ها و تفکرات کمک می‌کند. همراه هستیم با دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر. آقای دکتر هنرور سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به حضور 6 انتشارات مستقل ایرانی و عدم حضور ناشران دولتی و حکومتی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، به نظر شما این غیبت چه پیامی در ارتباط با آزادی بیان و فضای فرهنگی در ایران به مخاطبان جهانی منتقل میکنه؟ بفرمایید. ضمن عرض سلام و ادب احترام، ببینید، جمهوری اسلامی امسال، سال گذشته و بلکه سال قبل هم فکر میکنم در نمایشگاه کتاب فرانکفورت غرفه نداشت. ناشرانی از داخل ایران به استقلال شرکت کردند و علاوه بر اون ناشران فارسی زبان به اصطلاح کتابهایی که در اروپا فعالیت میکنند، انتشاراتی در اسکاندیناوی، در فرانسه، در از و کشورهای گوناگون که کتاب‌های فارسی رو چاپ می‌کنن، این گونه ناشران و بعضی ناشران حالا فارسی زبان افغان که شرکت می‌کنن و بعضی کتاب‌های ایرانیان رو هم چاپ می‌کنن، حضور این ناشرها و تبادلات فرهنگی که رخ میده و همچنین حضور ناشران اسلامی گوناگون از کشورهای مختلف نشون میده که این دیالوگ و گفتگوی بین افکار، فرهنگ‌ها، ادیان و تمدن‌ها کماکان پابرجاست. اما اینکه ناشران حکومتی شرکت ندارن یا خود حکومت جمهوری اسلامی غرفه‌ای رو نداره، این با فضای کلی به اصطلاح دیالوگ‌های فکری و گفتمانی در غرب هماهنگه، چون اینها آزادی بیان رو و به اصطلاح تنوع رو و چند صدایی بودن رو میخواهند و میپسندند و مقابله با اون رو و امر سانسور رو بر نمیتونند. ببینید، هم خانم روس در افتتاحیه و هم خانم الیف شفاق روی چند نکته‌ای که دست گذاشتن اینه که همونقدر که دموکراسی و آزادی نیازمند کتاب و افکاره، کتاب و افکار هم نیازمند دموکراسی و آزادی هست و الا این رابطه دو سویه از بین میره. اون چه که به اصطلاح ضامن به وجود اومدن دموکراسی های غربی بوده عمدتاً کتاب های دوره روشنگری در غرب بوده و
اگر که امکان انتشار و خواندن این کتاب وجود نمی داشت، غرب هرگز به دستاوردهای فعلیش نمی رسید و عقلانیت جمعی جهانی به این سرعت شکل نمی گرفت. از سوی دیگه خانم شفق هم نقطه جالبی که دست گذاشته اینه که ما نسبت به گذشته نادانترین، با وجود اینکه بیش از همیشه اطلاعات و مطالب ما رو احاطه کرد، چون اشباع شدن محیط از اطلاعات در حد زیاده که این اطلاعات قابل بررسی و راستی آزمایی نیست. و وقتی ما با کتاب ارتباط برقرار میکنیم، با چیزی قدیمیتر و اصیلتر ارتباط برقرار میکنیم. ایشون میگه ما دقیقا نیازمند کتاب ها هستیم، ما نیازمند ژورنالیسم کنتر هستیم و این جمله که چیزی را نمیدانیم رو فراموش کردیم. تا که نقطه آغاز خرد همینه و همین لازمه خرد کتاب و نمایشگاه کتاب فرانکفورت میتونه که از اثرگذارترین امور در این زمینه باشه که این همه ناشر در کنار هم جمع بشن. من یه اشاره کوچک هم بکنم به حضور بسیار پررنگ ناشران اسلامی از کشورهای گوناگون. امسال در سالن 5 چند قدم اونورتر از غرفه بسیار لوکس و پربار واتیکان، آدم قسمت ناشران اسلامی رو که ملاحظه میکرد، علاوه بر حالا ناشران سنتی مثل الاسلام که مال جماعت احمدی آلمان و 40 سال حضور داره، ناشرانی از اندونزی، مراکش، عربستان سعودی و حتی افغانستان بسیار بسیار پربار درخشیده بودند و مورد استقبال قرار گرفته بودند. بله، سپاس از همراهیتون با تشکر از دکتر آرش هنرور شجایی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.